مهمان بعدی ما ماریو مارازیتی قانونگذار مجلس ایتالیا نماینده یکی از مهمترین نهادهای کاتولیک علیه مجازات اعدام فعالیت می‌کنند یعنی سنت جیدیو و همچنین کاندیدای ریاست ائتلاف جهانی برای مبارزه علیه مجازات اعدامه آقای مارازیتی خوش اومدید در ایران در هفته های گذشته موج ادامه ها همچنان ادامه دارد و هر رکورد گذشته ای رو ایران شکسته ولی با این وجود ما می که هیچ صدایی از غرب بلند نمیشه هیچ نوع اعتراضی صورت نمیگیره آیا دلیلش مذاکرات هسته ای و اینکه ایران میتونه یک درهای یک بازار بزرگی رو به سوی غرب اگر این توافق به دست بیاد باز بکنه ما ما باید نگاهی به آسیا بیاندازیم و به لزوم مبارزه با تروریسم و یا تلاش برای متوقف ساختن قاچاق مواد مخدر ما شاهد افزایش اعدام ها در پاکستان و ایران هستیم ما شاهد بازگیری اجرای احکام اعدام در اردن هستیم در ژاپن هم شمار اعدام ها افزایش است از سوی دیگر می بینیم که مثلا در ایالت محافظه‌کار نبراسکا در ایالات متحده با رأی قانونگذاران جمهوری دموکرات مجازات اعدام با وجود مخالفت فرماندار حذف می شود همزمان ما همچنین شاهد رشد جنبش های خواهان لغو مجازات اعدام و افزایش اعدام ها هستیم حالا برگردیم به پرسش شما چرا سکوت در مقابل اعدامها در ایران اولا برای اینکه که نمیتوان نسبت به هر حکمی که به اجرا در میآید واکنش نشان داد در ضمن امروز ایران می تواند شریک استراتژیک خوبی باشد اگر ما بتوانیم در خاور میانه همه را دور یک میز بنشانیم تا در رابطه با بحران های سوری و عراق و همچنین مبارزه مشترک با داعش به توافقی برسیم بنابراین اگر برخی از دولت های اروپایی امروز سکوت اختیار کردند دلیل این سکوت را باید در مسائلی که من به آنها اشاره کردم یافت در مصر که متحد غرب است مبارزه با اخوان المسلمین بیش از یک هزار حکم اعدام تولید کرده است چند صد حکم از آن تا کنون مورد بازنگری قرار گرفتند. من در ملاقاتی که اخیرا در سفری همراه با کمیسیون خارجی پارلمان اروپا به این کشور عربی داشتم این مسئله را با جنرال السیسی رئیس جمهور مصر مطرح کردم او پاسخ داد که تصور می کند در چارچوب قوانین جاری مصر بتوان رای حلی برای این مشکل یعنی اعدام ها یافت. این روند بسیار پیچیده است. من فکر می کنم که ما باید در تمام آسیا، مثلا در اندونزی که در ماه گذشته دوباره اجرای احکام اعدام را آغاز کرده است، آن نیروهای بومی را که مخالف مجازات اعدام هستند، تقویت کنیم تا آنها از داخل اعدام ها را متوقف سازند و به دولت مردان خودشان بقبولانند که اعدام به حیثیت این کشورها در سطح بین المللی رتبه وارد می کند. یکی دیگه از مسائلی که مطرحه کمکی است که برخی از کشورها مثل ایتالیا، فرانسه یا آلمان در چارچوب برنامه سازمان ملل برای مبارزه با تبهکاری سازماندهی شده و همچنین جرائم مربوط به مواد مخدر صورت میگیره اینها کمک که به کشورهایی میشه که در اونها مجازات اعدام وجود داره و بخش از این پول ها صرف همین اعدام ها میشه در صورتی که مثلا یک کشوری مثل ایتالیا که شما قانون گزارش هستید یکی از اولین کشورهایی بود که مطرح کرد مسئله لغو مجازات اعدام و توقف اجرای احکام اعدام و از سوی و از سوی دیگر با حمایت مالیش از دولتی مثل جمهوری اسلامی ایران باعث میشه که بسیاری از اعدام ها که در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر انجام میگیرن آیا به نظرتون لازم نیست که یک مکانیزم به وجود بیاد که این کمک ها جهت مبارزه با مواد مخدر منجر به صدور احکام اعدام نشد؟ من فکر می کنم که باید مکانیزم های جدیدی در همکاری های بین به وجود آورد که در برگیرنده جنبه های حقوقی و قضایی هم باشد در پارلمان ایتالیا مثلا ما ابزاری برای همکاری قضایی با چین به وجود آوردیم که مسئله اعدام را هم در بر می گیرد فکر می کنم که کمک ها برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جرایم سازمان یافته هم باید مجهز به این چنین ابزار کنترلی بشوند ما نمیتوانیم حتی غیر مستقیم هم از برنامه های حمایت کنیم که باعث افزایش احکام اعدام می شوند اگرچه نباید از همکاری به عنوان هربی برای تحت فشار قرار دادن استفاده کرد کاری که می تواند دخالت در امور داخلی کشور دریافت کننده کمک تلقی شود ولی باید بر پای روابط متقابل این کشورها را قانع کرد که اعتدال بیشتری از خودشان نشان دهند خلاصه کنم ما باید به طور مشترک با این کشورها با قاچاق مواد مخدر مبارزه کنیم ولی محتاط باشیم که این همکاری به افزایش مجازات اعدام برای این جرایم i passaggi, i traffici di droga, ma non nel poter rafforzare gli strumenti che portano poi eventualmente all'esecuzione.